رینوس نعمت محمودی مرداد 1308 در تهران به دنیا آمد. رینوس نعمت دانشمندی بود که تحصیلات و تلاش‌های زیادش او را تبدیل به بنیانگذار هواشناسی در ایران کرد. رینوس نعمت دختری شاد و سرزنده بود که بعد از تمام کردن دبیرستان بلافاصله وارد دانشگاه می‌شود و در رشته فیزیک دانشگاه تهران ثبت نام می‌کند. سال دوم دانشگاه با هوشنگ محمودی اولین تهیه کننده برنامه‌های کودک آشنا می‌شود و ازدواج می‌کند. نام فامیلی هوشنگ را پسوند فامیلی خودش قرار می‌دهد. رینوس محمودی 3 فرزند به دنیا می‌آورد. بعد از گرفتن مدرک لیسانس فیزیک، دوره فوق لیسانس در رشته علوم جوی و هواشناسی را با رتبه اول به پایان رسانید. او زندگی حرفه‌ای خود را با سمت پیشبین ارشد هواشناسی در سن 24 سالگی شروع کرد. رینوس نعمت پایه‌گذار هواشناسی دریایی در ایران بود و از پیشگامان استفاده از اشعه آفتاب برای مصارف حرارتی. رینوس نعمت محمودی علاوه بر مسئولیت‌های فراوانی که بر عهده داشت، ریاست هیئت تحریریه نشریات هواشناسی و همچنین سرپرستی تهیه اطلس اقلیمی ایران را نیز به عهده داشت. او مدیر مدرسه عالی هواشناسی بود و آخرین سمت او قبل از انقلاب ریاست هواشناسی کل کشور بود. رینوس نعمت پیگیر حقوق برابر برای زنان ایرانی بود و همین امر باعث شده بود تا به ریاست انجمن صلح دهیم برسد. سال 1357 در ایران انقلاب می شود. رینوس و همسرش به جرم بهایی بودن از کار بیکار می شوند و تمام اموالشان را مصادره می کنند و چون تحت تعقیب دائمی بودند دیگر جای مشخصی برای زندگی نداشتند. 3 مرداد 1359 افرادی مسلح به محل برگزاری یکی از جلسات اولین محفل ملی یا شورای منتخب بهائیان ایران حمله می کنند و تعدادی را دستگیر. همسر رینوس محمودی نیز که از اعضای این محفل بود در جریان این دستگیری ناپدید می شود و با گذشت 40 سال هیچ اطلاعی از سرنوشتشان در دسترس نیست. رینوس تنها مانده است. فرزندانش خارج از کشور هستند و همسرش ناپدید شده است. اما همچنان قوی و پابرجا به زندگی و فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد و به عنوان یکی از اعضای دومین محفل بهائیان انتخاب می‌شود. 22 آذر 1360 تمامی اعضای دومین محفل ملی بهائیان دستگیر می‌شوند. برای دستگیر شدگان یک دادگاه نمایشی برگزار می‌شود، اما فقط مردها در این دادگاه حضور دارند و هیچ نشانی از رینوس محمودی و نحوه برگزاری دادگاهش در دسترس نیست. چند روز بعد از دستگیری، خانواده رینوس محمودی به طریقی متوجه می شوند که حکومت جمهوری اسلامی ایران رینوس را اعدام کرده است. آنها موفق به پیدا کردن گور بینام و نشان رینوس در جایی به نام کفرآباد بهشت زهرا می شوند. جمهوری اسلامی ایران نام رینوس محمودی را از تمام مستندات علمی و تحقیقی هواشناسی و اطلس شناسی و هر آنچه که تحقیقات او بود محو کرده است. اما نتیجه تلاش‌ها و دستاوردهای این زن دانشمند از کتاب تاریخ علم ایران محو نشدنی است.